صرخت خبر. یک کشته در اعتراض‌ها به مرگ مردی سیاه‌پوست در بازداشت پلیس آمریکا. پنتاگون آماده اعزام پلیس ارتش به مینیاپولیس شد. در سراسر کشور مسجدها با اجرای دستورالعمل‌ها برای نمازهای یومیه باز میشه. مسجدها در ایران باز و محدودیت فعالیت مراکز خرید برداشته می شود. برزیل و هند شاهد بالاترین رشد ابتلا به کووید 19. برای شروع مذاکره همه مصمم هستیم. اعلام آمادگی دولت افغانستان برای آغاز مذاکره با طالبان. عبدالله عبدالله می گوید کاهش نسبی خشونت ها فضا را برای گفتگوها مساعد کرده. پایان سکوت گروه های کور. هزاران خواننده از قرنطینه در یک اجرای مجازی شرکت میکنند. سلام و عصر بخیر. در چهارمین روز اعتراض‌ها در آمریکا، دامنه اعتراض‌ها به بیش از 20 شهر کشیده شده. این اعتراض‌ها با کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در بازداشت پلیس آغاز شد. در تعدادی از شهرها اعتراض‌ها در ساعات پایانی شب به خشونت کشیده شد و دست کم یکی از معترضان در شهر دیترویت کشته شده است. همچنین CNN گزارش کرده که در اوکلند کالیفرنیا یک مأمور پلیس که دیشب در اعتراض‌ها زخمی شده بود در بیمارستان درگذشته است. در شهر مینیاپولیس که اعتراض‌ها از آنجا شروع شد، دستگیری پلیسی که متهم به قتل جورج فلوید فضا را آرام نکرد. بعضی از معترضان مقررات منع رفت و آمد شبانه را نادیده گرفتند و چندین ساختمان را به آتش کشیدند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. آمریکا 4 روز بعد از کشته شدن جورج فلوید. اینجا شهر بوستون است. شهری که جورج فلوید در آن کشته شده، بیش از 2000 کیلومتر با اینجا فاصله دارد. یا اینجا لس آنجلس. اینجا هم با جایی که جورج فلوید کشته شد بیش از 3000 کیلومتر فاصله دارد. اما این فاصله ها برای این معترضان اهمیتی ندارد. حتی دستگیری افسر پلیسی که به قتل جورج فلوید متهم است هم از شور اعتراض ها نکاسته. برعکس، اعتراض ها به کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست آمریکایی که غیر مسلح بوده روز به روز به شهرهای بیشتری رسیده. این اعتراض ها از اینجا آغاز شد، شهر مینیاپولیس، و ظرف 4 روز شهرهای مهمی مانند نیویورک، لس آنجلس و واشنگتن هم شاهد اعتراض های مشابهی بودند. اعتراض هایی که تا اینجا در بیش از 20 شهر مهم این کشور پهناور رخ دادند. اینجا در چند صد متری کاخ سفید در پایتخت آمریکا، معترضان در تلاشند تا صدایشان را به گوش دونالد ترامپ برسانند، رئیس جمهوری که از سوی مخالفانش به داشتن تمایلات نژاد پرستانه متهم شده و در میان کسانی که به برتری نژادی سفیدپوستان باور دارند طرفدارانی دارد. دونالد ترامپ اما این مرد و دیگر مقام‌های ایالت مینسوتا و شهر مینیاپولیس را هدف حملات خود قرار داده. تیم والز، فرماندار ایالت مینسوتا که قلب پر التهاب این اعتراض هاست، او از اعضای حزب چپگرای کارگران و کشاورزان دموکرات مینسوتا است و میگوید نیروهای گارد ملی که برای کمک به این ایالت رفته برای کنترل اوضاع کافی نیست و به کمک بیشتر نیاز است. ساعتی بعد از کنفرانس خبری فرماندار مینسوتا، پنتاگون در اقدامی کم سابقه اعلام کرد از ارتش خواسته تا تعدادی از واحدهای پلیس نظامی را در حالت آماده باش نگه دارد. نگرانی اصلی هم از چنین اتفاقاتی است. اینجا در سینسیناتی در ایالت اوهایو معترضان ساختمان دادگستری را هدف گرفتند. یا حتی دستبردهای اینچنینی.
اینجا در پورتلند برخی هرج و مرج ناشی از اعتراض‌ها را به فرصتی برای غارت فروشگاه اپل تبدیل کردند. بر اساس گزارش‌های تلویزیون‌های آمریکایی، برخی از اعتراض‌های روز جمعه که در طول روز آرام و مسالمت‌آمیز برپا شده بودند، در طول شب به خشونت کشیده شدند. کیوان حسینی، بی بی سی. فرشته پزشک، کارشناس امور بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ماست. خانم پزشک، شما از واشنگتن این شلوغی‌ها رو، این نارامی‌ها رو چطور می‌بینید؟ الان نشانه‌ای از فروکش کردن نیست، اگر نشانه‌ای هم باشه نشانه گسترش این نارامی‌هاست. یک افسر پلیس هم حالا کشته شده. خب فکر نمی‌کنم که به این زودی قرار باشه که این نارامی‌ها کاهش پیدا بکنه. دلیلش هم این هست که علی‌رغم اینکه اون پلیسی که باعث عامل قتل در واقع بود دستگیر شده، اعتراضات یک به این نژادپرستی ساختاری هست که در ایالات متحده و در تمام بخش‌های زندگی وجود داره، نفوذ کرده و عملاً دو تا امریکای متفاوتی رو ایجاد کرده. اعتراضات به همین دلیل هست که گسترده تر شده و خب در نظر بگیرین که الان دو سه ماه هست که مردم در قرنطینه هستن، بالای 40 میلیون بیکار در امریکا وجود داره و اینها تشدید میکنه، یعنی فرصت بیشتری هست، آدم‌های بیشتری هستن که میتونن بیان بیرون و اعتراض بکنن به این نابرابری. بنابراین به نظر نمیاد که به این سرعت قرار باشه کاهش پیدا بکنه و با دستگیری یک پلیس یا حتی سه پلیس دیگه، با اینکه اونها رو هنوز دستگیر نکردن، حتی اگر قرار باشه که در ایالت مینسوتا اونها رو دستگیر کنن، اعتراضات کاهش پیدا کنه. این اعتراضات به این نژادپرستی ساختاری در ایالات متحده است. به نظر میرسه از صحبت‌های شما که فکر می‌کنید که این شاید یکی از جدی‌ترین نارامی‌های نژادی در سال‌های اخیر باشه در آمریکا. یکی از جدی‌ترین ها هستش، ولی خب مسئله تازه‌ای نیست. یعنی ایالات متحده از روزی که در واقع متولد شده با این مسئله نژادپرستی دست به گریبان بوده و نتونسته حل بکنه. اگر خاطرتون باشه سال 2009 و با انتخاب آقای اوباما، این تصور در بین بسیاری وجود داشت، حتی در بخش الیت خصوصا در جامعه، که خب دیگه ایالات متحده از اون نژادپرستی عبور کرده، ما الان یک رئیس جمهور سیاه‌پوست رو انتخاب کردیم. ولی در بطن جامعه این نژادپرستی در جریان بود و این با روی کار اومدن آقای ترامپ به رو کشیده شد. همینو میخواست ببخشید. بفهمید میگفتید. نه بفهمید. میخواستم بپرسم عملکرد آقای ترامپ رو چطور میبینید؟ دیروز که به نظر میرسید با اون توییت هایی که زده بود بنزین روی آتش ریخت. شما نظرتون چیه؟ ببینید، آقای ترامپ روی جنگ فرهنگی که در ایالات متحده زیر پوست جامعه بود با سوار بر اون موج روی کار اومد. آتش بیشتری ریخت رو بنزین بیشتری ریخت روی این آتش. الان از این جنگ فرهنگی مشخص نیست که بتونه استفاده‌ای که همیشه کرده رو بکنه. به همین دلیل به یه دو تا توییت بسنده کرده فعلا. دلیلش هم این هست که نزدیک به انتخابات هستیم. و درسته که این خشونتی که الان بعد از اعتراض‌ها می‌بینیم احتمالاً قشر حامی آقای ترامپ رو بهشون انگیزه میده که بیان دوباره به آقای ترامپ رأی بدن، ولی در این حال طرف مقابلی که خسته است از این نابرابری، خسته است از این نژادپرستی، به اونها هم میتونه انگیزه بیشتری بده که در انتخابات امسال شرکت کنن. در سال 2016 رأی اقلیت‌ها خصوصا سیاه‌پوستا کاهش پیدا کرده بود، مشارکتشون در انتخابات کاهش پیدا کرده بود. امسال خیلی تعیین کننده هست که چه کسی پای صندوق رأی بیاد. و آقای ترامپ اگر که تا الان بیشتر از اون چیزی که همیشه مثلا در شارلوت ویل نیومده عملا از یک طرف حمایت بکنه، فکر میکنم حراسی هست که داره از تاثیر این شرایط فعلی بر انتخاباتش. خانم پزشک، از شما خیلی ممنون. فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل از واشنگتن دی سی با ما بود. در انفجار یک بمب مغناطیسی در کابل، دو نفر از کارمندان یک تلویزیون خصوصی به نام خورشید کشته و 5 نفر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان خبرنگار اقتصادی تلویزیون بود. بمب عصر امروز در چهارراه گل سرخ در حوزه چهارم شهر کابل منفجر شد. حادثه زمانی رخ داد که کارمندان بعد از تعطیلی کار به خانه برمیگشتند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته.
در یک سال اخیر این دومین حمله به خودروی حامل کارمندان تلویزیون خورشید است. تابستان پارسال در انفجاری مشابه دو نفر از جمله یک راننده این تلویزیون کشته شد و چهار نفر دیگر زخمی. آتش سوزی در مناطقی از جنگل‌ها و مراتع زاگرس در جنوب و غرب ایران ادامه دارد. آتش سوزی سه روز پیش آغاز شد. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید آتش در مناطقی از استان کوهگیلویه و بوی رحمت کنترل شده، اما همچنان در منطقه تنگ شیخ ادامه دارد. شش هلیکوپتر مشغول کمک به خاموش کردن آتش هستند. در همین حال سازمان برنامه بودجه میگوید 15 میلیارد تومان برای تجهیزات و خدمات پروازی به منظور پیشگیری و اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور اختصاص داده. بریتانیا، فرانسه و آلمان از لغو معافیت از تحریم‌های آمریکا برای ادامه کار شرکت‌ها در سایت‌های هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. در بیانیه مشترک این سه کشور آمده که هدف این پروژه‌ها کسب اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بوده. معافیت در تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شرکت‌های اروپایی، چینی و روسی اجازه می‌داد در تغییر کاربری راکتور آب سنگین عراق، تأمین اورانیوم غنی شده برای راکتور تحقیقاتی تهران و انتقال سوخت مصرف شده به خارج با ایران همکاری کند. در شبانه روز گذشته در افغانستان 866 نفر مورد ابتلای کرونا شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع شمار مبتلایان از آغاز اعلام آمار به 14525 نفر میرسد. در 24 ساعت گذشته همچنین 3 نفر از مبتلایان جان خود را از دست دادند که شمار قربانیان این بیماری را تا امروز به 249 نفر میرساند. تا کنون 1300 نفر هم بهبود یافتند. در همین حال در کابل محدودیت‌های تردد در حال کاهش است و کارمندان ادارات دولتی به دو گروه تقسیم شدند و روزهای زوج یا فرد کار می‌کنند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرده که از امروز مسجدها باز خواهند بود و محدودیت ساعات کاری مراکز خرید هم برداشته شده است. با این حال او گفته مردم باید باور کنند که کشور به زودی به شرایط قبل از شیوع کرونا باز نمی‌گردد و به گفته او مردم باید خودشان رعایت کنند. در سایر نقاط جهان، برزیل و هندوستان به کانون‌های خبرساز شیوع ویروس کرونا تبدیل شدند. محمد امینی و جزئیات بیشتر. 2533 هموطن دیگه. ایران همچنان در چنبره کرونا گرفتار است. از یک طرف آمارها به شدت نگران کننده اند. 2282 مورد رو ما به عنوان موارد قطعی و جدید ابتلا به این بیماری در روز گذشته تا امروز میتونیم خدمت شما گزارش کنیم و البته 148950 مورد تا امروز مجموع موارد ابتلای قطعی به این بیماری است که در کشور شناسایی شده. قرمز بودن وضعیت استان خوزستان و وضعیت هشدار در چند استان بزرگ دیگر همچنان زنگ خطر است. الحمدلله تو اینا ما مشکل نداریم. در سمت دیگر حرف‌های خوشبینانه رئیس جمهوری که گفته هیچ کمبودی در حوزه روحیه و وسایل بیمارستانی نداریم و بار مبارزه را عملاً به دوش مردم گذاشته. او گفته مساجد و پاساژها باز می شوند و محدودیت ساعت 6 عصر برای مغازه ها هم لغو می شود. او گفته مردم باید باور کنند که کرونا فعلا ماندنی است و اینکه خودتان رعایت کنید. بیرون از مرزهای ایران، برزیل و هندوستان همچنان در صدر خبرهای مربوط به شیوع کرونا هستند. هند با ثبت 8000 مورد ابتلا بزرگترین جهش در آمار روزانه مبتلایان را تجربه کرده. بیش از 170,000 نفر مبتلا شده اند و حدود 5,000 مرگ در اثر کرونا ثبت شده. حدود یک سوم آمارهای هند به ایالت مهاراشترا مربوطند که یکی از ثروتمندترین ایالتهای آن کشور است. چند هزار کیلومتر آن طرفتر در برزیل اوضاع از هند بسیار بدتر است. ظرف 24 ساعت حدود 27,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در برزیل ثبت شده که رکورد تازه است. در گیرودار شتاب کرونا در جهان، رئیس جمهوری آمریکا رابطه کشورش با سازمان جهانی بهداشت را قطع کرد، چون حس می‌کند که این سازمان بازیچه دست چین است.
این قطع رابطه بلافاصله هشدار رئیس کمیته بهداشت مجلس سنای آمریکا را به همراه داشت که گفته تصمیم آقای ترامپ می‌رود تا به تلاش جهانی برای کشف واکسن کرونا ضربه بزند. محمد امینی، بی بی سی. دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی بین‌المللی سلامت و آموزش از نیویورک با ماست. آقای علایی، تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران طی 24 ساعت گذشته 2282 نفر اعلام شده، خیلی بالا. میشه گفت موج دوم شروع شده با توجه به اینکه نیمی از کشور هم یا در شرایط هشدار هستند یا در شرایط قرمز؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. دقیقاً آماری که اعلام میشه بیانگوی اینه که بیماری کووید 19 در ایران کنترل نشده و دو مرتبه سیر شیوع و بروزش در مناطق مختلف داره افزایش پیدا میکنه. از نظر همه‌گیری شناسی در آنجایی که یک بیمار بتواند یک بیمار یا کمتر از یک بیمار را مبتلا کنه، ما اونجا میتونیم بگیم که روند شیوع کم شده. در صورتی که با نگاه به آمارهای چند روز گذشته و مقایسه اون با دو هفته گذشته، نشان از این داره که سیر صعودی افراد مبتلا را ما داریم در ایران که اون وابسته به سیاست‌های کلان و خرد سیستم بهداشتی درمانی در ایرانه. آقای علایی، من این نمودار تعداد مبتلایان رو داشتم نگاه می‌کردم، نمودار نشون میده که از پنجم حدود 25 روز پیش، 25 روز پیش این موج جدید دوباره شروع شد، همون زمانی که ایران مراکز خرید رو باز کرد، پاساژها رو باز کرد و مردم برگشتن، خیلی ها به سر کار. فکر میکنید که آن چیزی که امروز شاهدش هستیم نتیجه اون به اصطلاح اقدام دولت در کم کردن فعالیت محدودیت ها؟ دقیقاً نشان دهنده همون سیاست هاست. ببینید، آقای روحانی یک موضوع علمی که بدنه کارشناسی دانشگاهی ایران هم بارها متذکر شدن را ندیده میگیره و اون اینه که وقتی که در زمینه بیماری کووید 19 با توجه به یک دوره 14 روزه تا 3 هفته ای که بیماری میتونه داشته باشه بعد از علامت، هر نوع سیاست گذاری که اعمال بشه 2 تا 3 هفته بعد انتظار بازخورد یا انتظار نتیجه اون خواهیم داشت. اونجایی که آقای روحانی عددهای شناسایی شده نو را کم میدید، فکر میکرد که اونجاست که داره سیاستهاش عمل میکنه، در صورتی که وقتی که درها رو باز کردن و گفتن برید به کارها و تجمعات رو محدود نکردن، اونجا ما عدد کمی داشتیم، ولی حالا ما روندش میبینیم رو به گسترش. پس در گزارش شما هم آمده بود که آقای روحانی گفته بودن که مردم خودشان میدارن. نه، اینجا تکلیف دولته که بتونه حفاظت کنه از مردم با توجه به اعمال سیاست هایی که جواب داده در خیلی از کشورهای دنیا. مثلا من در نیویورک اگه ما بخوایم بگیم، خب میدونیم که چند هفته نیویورک در قرنطینه بود، بعد برنامه‌ریزی پلکانی هر دو هفته هست، یعنی دو هفته یک سری کارها رو باز میشه، بررسی میشه، اگر روند رو به کاهش بود ادامه داده میشه، اگر روند رو به افزایش بود دو مرتبه برمیگرده به پله ما قبلش، نه اینکه بی محابا و بدون برنامه‌ریزی علمی بخوایم در همه اماکن عمومی رو باز کنن و یا تجمعات رو بدون کنترل و بدون منعی بذارن انجام بشه. آقای علایی، خیلی ممنون از شما. دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی سلامتی و آموزش از نیویورک با ما بود. متشکرم. سپاسگزارم. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در اعتراض‌ها به مرگ مردی سیاه‌پوست در بازداشت پلیس آمریکا، یک نفر کشته شد. همزمان پنتاگون گفته آماده اعزام پلیس ارتش به مینیاپولیس است. مسجدها در ایران باز و محدودیت فعالیت مراکز خرید برداشته شد. حسن روحانی اما میگوید بازگشت به شرایط پیش از کرونا به زودی ممکن نیست. در ادامه این برنامه، پایان سکوت گروه‌های کور، هزاران خواننده از قرنطینه در یک اجرای مجازی شرکت می‌کنند.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در اولین نشست خبریش در این سمت گفت که هیئت مذاکره کننده افغانستان برای مذاکره با طالبان آماده است. او با استقبال از آتش‌بس سه روزه عید فطر در هفته گذشته و همچنین کاهش خشونت بعد از آن از طرف طالبان و دولت گفت که فضا برای گفتگو مساعد شده و باید در جریان مذاکرات دو طرف آتش‌بس ادامه یابد. طالبان هنوز به درخواست آقای عبدالله پاسخ ندادند. آقای عبدالله که بعد از جنجال 5 ماهه بعد از برگزاری انتخابات با امضای یک توافقنامه سیاسی ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده گرفت، گفت آزادی زندانیان دو طرف و کاهش خشونت حالا شرایط را برای مذاکره آماده کرده. 3 روز آتش بس در جریان عید و ادامه نوی کاهش خشونت هنوز هم یک زمینه بسیار خوب برای آغاز مذاکرات بوده و هست. برای شروع مذاکره همه مصمم هستیم، تیم هر لحظه آمادگی شروع مذاکره را دارن. ای که فضای مذاکره باید یک فضای باشه که کمک کننده باشه و تسهیل کننده باشه، کاهش خشونت و ادامه کاهش خشونت ضروری می سازد. بالاخره باید آتش بس داشته باشیم در جریان مذاکرات. همکارم نسرین نوا خبرنگار ما از کابل با ماست. نسرین، آقای عبدالله امروز در صحبتهایی که کرد در واقع شرط گذاشت برای مذاکره با طالبان. صحبتش اینه که باید آتش بس طی مذاکرات همچنان برقرار باشه، چیزی که قبلا طالبان مقاومت کردن در مقابلش. این بار فکر میکنی که طالبان حاضر باشن با چنین شرطی کنار بیان؟ خب تقریبا میشه گفت که شروع مذاکرات بدون آتش بس ناممکن هست، چون نمیشه از یک طرف به مذاکره پرداخت و از طرفی هم به جنگ و کشتن. ولی تقریبا این چیزی بود که قبلا اتفاق افتاده، در حالی که طالبان مشغول مذاکره با نماینده های آمریکایی بودن در قطر هم همچنان حملات و درگیری ها در کابل بارها اتفاق افتاد و جریان داشت. بنابراین ممکنه که طالبان باز هم به این درخواست توجهی نداشت باشن. ولی واقعیت اینه که یک هفته گذشته شرایط خیلی متفاوت تر از قبل بوده. در 3 ماهی که گذشت پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، درگیری بین نیروهای امنیتی و این گروه تقریبا شدید بود و هیچ نشانه ای از کاهش خشونت ها و آتش بس نبود، تا اینکه طالبان برای 3 روز عید اعلام آتش بس کردن و بعدش در هفته گذشته چند روزی که گذشت هم اوضاع کمی آرام تر بود. درگیری ها خیلی کمتر، 1 روز پس از آتش بس درگیری صورت نگرفت و درگیری بزرگ چندانی، ولی خب چند روز گذشته درگیری های کمکانی هم وجود داشته، طالبان به چند پاسگاه پلیس حمله کردند. ولی منابع مختلفی از جمله چند منبع در دولت بارها گفتن که آتش بس بدون اینکه اعلام بشه غیر رسمی همچنان ادامه پیدا کرده و بعضی ها از این دوره که پس از 3 روز آتش بس عید میگذره به عنوان دوره کاهش خشونت ها یاد کردن و باور بر این هست که این کاهش خشونت هایی که صورت گرفته، شرایطی که به بار آمده، ممکن هست که راه را برای شروع مذاکرات بین دو طرف هموار بکنه و خصوصا حسن نیتی که در مورد رهایی زندانیان هر دو طرف نشان دادن. تا کنون بیشتر از 2000 زندانی طالبان از زندان‌های مختلف دولت افغانستان آزاد شده و همینطور گروه طالبان هم حدود 420 زندانی دولت افغانستان را آزاد کردن که امروز هم 1 ساعت قبل اعلام کردن که 70 زندانی را تازه آزاد کردن، اگرچه دولت ادعا می‌کنه که همه نظامی نبودند. نسرین خیلی کوتاه، طالبان چقدر با ترکیب هیئت مذاکره کننده کنار خواهد آمد؟ خب تقریبا میشه گفت که هیچ وقتی طالبان با چنین مسائلی راضی نبودن، همیشه ابراز نارضایتی کردن. بارها وقتی که فهرستی از هیئت مذاکره کننده نشر شد اینا ابراز مخالفت کردن. دوره قبلی هم وقتی که فهرستی را دولت افغانستان اعلام کرد از اعضای هیئت مذاکره کننده، گفتن که این هیئت جامع نیست و نمایندگی از تمام مردم افغانستان نمی کنه.
ولی طوری که شورای عالی مصالحه باز هم تاکید کرده، هیئت مذاکره کننده همان هیئتی است که شامل 21 نفر هست و به رأس معصوم استانکسای رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هست و این تقریبا نهایی شده. نسرین خیلی ممنون از شما. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل با ما بود. متشکرم. خیلی ها در دوران قرنطینه دلشون برای اعضای خانواده یا بستگان و دوستانشان تنگ می شود، اما در بریتانیا حدود 2 میلیون نفر علاوه بر این دلشان برای همخوانی هم تنگ شده. قرار است هزاران نفر از خوانندگان کور آخر این هفته به صورت آنلاین دور هم جمع شوند و اثر جورج فردریک هندل به نام مسیحا را اجرا کنند، اجرایی که ساعتها طول خواهد کشید. جان کی گزارش می‌دهد. هندل راجع به این چه فکر می کرد؟ این ایده مارک بود. در قرنطینه دلش برای دوستان گروه کرش تنگ شد. پیشنهاد داد آنلاین بخوانند. موسیقی چیزی بیشتر از نوت‌های روی کاغذه. احساس بودن کنار دوستان و رفتن به مکانی مشترک برای با هم بودنه. همینطور اجرای دست جمعی. ویروس همه اینا رو از بین برد. بن انگلند رهبر گروه هست. او قبول کرد که برای خواندن آهنگ مسیحا تمرین شبانه را رهبری کند. فکر می‌کردند که 20 نفری ثبت نام کنند. اما یک دفعه تعدادشان به 3500 نفر رسید. اندرو و نورا دوقلو هستند. در دو جای مختلف بریتانیا زندگی می کنند، اما با وجود قرنطینه به کمک این طرح می توانند با هم بخوانند. هزاران کیلومتر دورتر جورج و دایان از نیویورک به گروه پیوستند. این تجربه چه چیزی به شما داده؟ بهمون عشق و امید داده، روحیه‌مون رو بالا برده، بهمون اطمینان داده که زندگی ادامه داره و ما هم هنوز میتونیم بخونیم. این گروه کور حالا آنقدر بزرگ است که امکان پخش زنده آنلاین اجرای آخر وجود ندارد. فردا شب قرار است همه روی نسخه ضبط شده آن با هم بخوانند. آواز دیگر در قرنطینه نیست. جان کی، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.